سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و علاقه‌مندان به مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان خوش اومدید. ممنون از اینکه با سابقه ترین ها رو برای تماشا انتخاب کردید و ما هم در تلاشیم تا برای شما عزیزان بهترین های دنیای نظامی رو در حاشیه نیوز جمع‌آوری بکنیم. توی ادامه خبرهایی که از سلاح هسته‌ای ایران به گوش می‌رسید، دیدیم که کم کم مسئولین از سیاست ما هرگز سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم، بالاخره به سیاست اگه مجبور کنن می‌سازیم رسیدن. اخیراً هم کانال تلگرامی سپاه قدس که یکی از کانال‌های نزدیک به سپاه هستش، خبری رو اعلام کرده و توی اون نوشته که ایران آماده اجرای پروژه فوق سری اماده که ساخت اولین کلاهک اتمی در ایران رو خواهد ساخت و گفته که اگه کسی بخواد به تأسیسات نتنز حمله بکنه، این کلاهک ساخته میشه و بعد از اون هم سریعاً ساخت بمب اتم رو شروع میکنیم. امروز میخوایم ببینیم که از سلاح هسته‌ای ایران چه خبرایی به بیرون درز کرده و چی به چیه. پس تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بکنید و به افتخار شهدای هسته‌ای کشورمون و دانشمندان تلاشگرمون این ویدیو رو لایک بکنید و توی کامنت ها براشون عشق بفرستید. اگه هم تا حالا به جمع نظامی ها نیومده بودید، کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. هنوز چند هفته از اظهارات جنجال برانگیز کمال خرازی درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران نگذشته بود که کانال تلگرامی نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران شنبه 8 مرداد تهدید کرد که ایران در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات نتنز توی کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخت بمب‌های اتمی رو شروع می‌کنه. این کانال با تهیه یک گزارش تصویری از برنامه‌های نظامی و هسته‌ای ایران خبر داده که این کشور آماده هستش تا در صورت حمله به نتنز یک پروژه فوق سری به اسم اماد رو به سرعت فعال بکنه و ادعای این کانال توی یه چشم هم زدن برنامه صلح‌آمیز اتمی رو به برنامه هسته‌ای تبدیل می‌کنه. بنا به ادعای کانال سپاه قدس، کشورمون به میزان کافی از اورانیوم غنی شده با خلوص بالا برای تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده و تأسیسات سری فوردو مأموریت داره تا در صورت حمله نظامی غرب پروژه گریز هسته‌ای موسوم به پروژه اماد رو به اجرا بذاره. تأسیسات هسته‌ای فوردو در اعماق کوه‌ها در مرکز ایران در حد فاصله شهر تهران و قم هستش که به گفته رسانه سپاه این مرکز تضمین کننده قوای اتمی ایرانه و همه زیرساخت‌های لازم واسه گریز هسته‌ای توی این مرکز تعبیه شده. توی کلیپی که سپاه قدس تهیه کرده به آسیب پذیری تأسیسات نتنز در صورت حمله نظامی اذعان شده، اما مرکز فوردو دارای امکان مقاومت لازم در برابر بمباران اتمی و همچنین انواع سلاح‌های خندق‌شکن معرفی شده که میتونه به سرعت در وضعیت آمادگی جنگی قرار بگیره و پروژه گریز هسته‌ای رو به تنهایی در مدت کوتاهی اجرا بکنه. این نکته شایان توجه هستش که در کلیپ سپاه قدس از تأسیسات هسته‌ای فوردو به عنوان مرکز فوردو یاد شده که برای اجرای دستورات احتمالی فرماندهی جنگ تجهیز و آماده شده. این کلیپ همچنین به برنامه موشک‌های غارپیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده و ادعا می‌کنه که در صورت اقدام خصمانه ایالات متحده می‌تونه نیویورک رو به یک ویرانه جهنمی تبدیل بکنه. جمهوری اسلامی ایران توی تأسیسات زیرزمینی فوردو زنجیره‌ای از سانتریفیوژ پیشرفته IR6 رو راه‌اندازی کرده که می‌تونه توی یه چشم به هم زدن برنامه اتمی ایران رو به یه برنامه تسلیحاتی اتمی تبدیل بکنه. توی این گزارش ادعا شده که سازمان اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرده که ایران مواد کافی لازم برای ساخت بمب اتمی رو داره. قبل از این مقامات اسرائیل اعلام کردند که حق هر اقدامی رو برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران رو برای خودش محفوظ می‌دونه. در همین حال اسرائیل رزمایش‌هایی رو برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کرده، غافل از اینکه تأسیسات فوردو در برابر هر گونه حمله کاملا مقاوم هستش. کشورمون در حال تقویت پدافند هوایی خودش در اطراف تأسیسات هسته‌ای از جمله با استفاده از سیستم روسی هستش. اقدامات پیشگیرانه در رابطه با بروز هر گونه تحولات ناگهانی نظامی و ضربات احتمالی موشکی آمریکا اجرا میشه. منابع آگاه ایرانی تأیید کردند که حالا پدافندها و رادارهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران حفاظت از تأسیسات هسته‌ای ایران رو در برابر حملات احتمالی موشکی آمریکا به عهده گرفته و این نیروها به طور خیلی گسترده تمام توان هوایی خودشون رو تأمین کردن تا از تأسیسات هسته ایران در مقابل هر گونه حمله موشکی محافظت بکنن. تا
تأسیسات هسته‌ای فردو یکی از مهمترین نیروگاه‌های هسته‌ای ایران واسه غنی‌سازی اورانیوم به حساب میاد. توی نزدیکی‌های فردو، سیستم پدافند هوایی باور 373 در کنار سیستم پدافند هوایی روس برای تأمین حفاظت از این کارخونه مستقر شده. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ای مستقر در ایران بالغ بر 17 کارخونه هسته‌ای. چند وقت پیش هم ترامپ ایران رو متهم به حمله به سفارت آمریکا توی بغداد کرده بود و گفته بود که هر شهروند آمریکایی کشته بشه من ایران رو مسئول میدونم، و در این رابطه عکس 3 موشک رو توی یادداشت توییتری خودش به اشتراک گذاشته بود. بعد از حادثه نطنز که به دلیل ناهماهنگی بین لایه‌های امنیتی رخ داده بود، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل خرداد ماه گفته بود که کلیات تشکیل یک فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای تصویب شده. او تأسیسات فردو رو نقطه قوت در حوزه هسته‌ای و آسیب ناپذیر و خیلی امن توصیف کرد و گفت با تشکیل فرماندهی واحد ضعف‌های گذشته کاملا برطرف و مجموعه کاملا آسیب ناپذیر خواهد. انفجارات، آتش سوزی و حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای بیش از یک دهه قدمت داره و ایران همیشه اسرائیل رو مسئول دونسته. دولت اسرائیل این موارد رو نه تایید میکنه نه تکذیب، اما بعضی از رسانه‌ها و مقام‌های پیشین اسرائیل و همچنین رسانه‌های کشورهای دیگه این حملات رو به اسرائیل و موساد نسبت دادن. در خلال گزارش مربوط به کشف شبکه‌ای که قصد خرابکاری توی تأسیسات هسته‌ای فردو رو داشته، برای اولین بار از فرماندهی سپاه هسته‌ای نام برده شده که اخیراً تأسیس شده. قبل از این هم عنوان شده بود که حفاظت از سایت‌های هسته‌ای کشور به سپاه واگذار شده، اما این اولین باری هستش که به صورت رسمی این موضوع تایید و از وجود فرماندهی سپاه هسته‌ای رونمایی می‌شد. خرداد ماه سال جاری و بعد از چند مورد خرابکاری توی تأسیسات هسته‌ای کشور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از تشکیل یک فرماندهی واحد امنیتی هسته‌ای خبر داده بود که کلیات اون توی مقطع زمانی خرداد ماه تصویب شده بود و همچنین تاکید کرد که با تشکیل این فرماندهی ضعف‌های گذشته کاملا برطرف و مجموعه کاملا آسیب ناپذیر خواهد شد. بدین ترتیب به پایان این برنامه از کانال حاشیه نیوز رسیدیم. لطفاً اگه از این برنامه لذت بردید اون رو برای دوستانتون به اشتراک بگذارید و با لایک ها و کامنت های قشنگتون حاشیه نیوز رو حمایت کنید. تا یه برنامه دیگه و یه نظامی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.